مشابهت امارات با گروه های تروریستی معروف در دنیا، مثل همون دواعش و مثل همون کسی که رهبرشون در کابل ترور شد، حالا من اسامیشون نمیگم که مشکل پیش نیاد. اینا ما باور قطعی داریم که دروی یک سکن، یعنی طالب با دواعش خیلی فرقی نمیکنه. یک دستور دارن که نه، ببینید در کنر در کجا دواعش سر دو تا طالب رو بریدن، گفتن اینا جاسوس طالب بودن و اینا جاسوس امارات بودن و طالب داره میجنگه با اونا و امارات داره میجنگه. که خب ما به دروغ این ماجرا آگاهیم و این هم میدونیم که طیف امارات چندین دستن، بخشی از اونها بیشک خود همون دواعش هستن، کمایی که در دولت آقای غنی و کرزی اینطوری بود، یعنی بخشی از امنیت که در کنترل آقای اطمر و آقای محب و آقای فضلی و اینها بود، اینها مستقیم با اون مجموعه دواعش ارتباط داشتن، سفارش میدادن، پول میدادن، اونها هم انتحاری به اینا میفروختن، میرفت هر جا که دلشون میخواست منفجر میکرد. یه توضیح بدید که شما مرتب با داخل در تماسین درباره اینکه با چه استدلالی میشه گفت که طالب و دواعش در روی یک سکن. آقای مولوی اسام عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و جناب آقای دکتر و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. در قسمت سوال باید یک دو جمله مقدمه عرض میکنم که تا سوال برای خود چی پیدا کنه، پاسخ یکم پیدا کنه. یکی از مسلمات قطعی همی است که طالبان در یک پروژه اسرائیلی امریکایی انگلیسی حکومت میکنه. میدانای هوایی افغانستان بالفعل به شرکت های اماراتی سیونیستی است که مشترکات دارند با تکنولوژی و تکنولوژیست های خود اسرائیل. چهار میدان هوایی افغانستان اداره میشه. از مسلمات رسانوی است، از مسلمات قطعی است. خود شرکت های اسرائیل این را قصدن اعتراف کرده. سفیری از اینا در قطر سوهیل به دو تا شبکه اسرائیلی ای صحبت کرد، اعلان دوستی خود اعلان کردند. سه سخنگوی از اینا دکتر نعیم وردک مصاحبه خاصی با مثل سوال شاهین چه کرد، صحبت داشت امرای شبکه اسرائیلی که خود اسرائیلی ها شبکه را این مسئله را نشر کردن و عالمی ساختن. و در الجزیره بصراحتا هم شما دیدین دکتر نعیم گفت که ما با اسرائیل هیچ مشکل نداریم، اگر هر نوع دوستی ایران بخواه ما انجام بدیم، در حالی که در میان امت اسلامی از خط سرخ است که تا هنوز نباید کسی عبور کنه. اگر کسی عبور هم میکنه معلوم است که عبور از قبله اسلام، از مسجد الاقصی و از شعائر دین میدانند و پامال کردن تمام مقدسات میدانند. به صراحت دکتر نعیم وردک در الجزیره اعمالی هم که بپالین وجود داره. چهارم آقای متقی در سفر اولی ترکیش توسط وزیر خارجه ترکیه هماهنگی شد، وزیر خارجه رئیس موساد در ترکیه دیدار کردند، توافقات هم امضا کردند. گپ چهارم، یک سال قبل رئیس استخبارات قبلی موساد به کابل سفر کرد و کسایی که ملاقات کرد که دو تایش که یکی متقی بود یکی هم وزیر صحت عامه، اطلاعات ما میگه که با این دو تا را تانستیم که تثبیت کنیم، با این دو تا صحبت داشتن. سفرهای مثلا نظامی ها و استخبارات امریکا و امیالی در شرق میدان هوای کابل حضور دارن، اما منطقه که در زمان جمهوریت پیش سیاه بود امروز در امیال هم در پیش سیاه است، هتل آریانا و مثلا بلفیل در خود سفارت امریکا درسهای درس دادن مثلا امی مسئله افراطیت و تکفیر در خود سفارت بخشی از سفارت امریکا، اطلاعات ما میگه درسا روان است، یکی از شیخهای مثلا طالبا در اونجا است زیر نام ازی که میره و اسلام درس میده در اونجا، یک سلسله درسا روان است. بالفعل میدان هوایی بگرام در اختیارشان است، میدان هوایی قندار حضور دارن و این مسائل جمع کناری هم در مرحله ای که ما و شما شاهد هستیم فلسطین و غزه در عمیق‌ترین درد و رنج فرو رفتن، حدودا 30,000 کمتر شهید دارن و بالای 60,000 زخمی دارن، 74% غزه را نابود کردن و 2 میلیون انسان آواره ساختن، بالای 10,000 طفل کشتن و 7,000 مادرش کشتن، مادرزاده طفلهایی که نوزاد بودن اونا را کشتن شهید ساختن. و شما دیدین که موقف سیاسی در امور بین المللی طالبا به انداز یک کلمه و اشارات هم نبود. وقتی هیئتی را که از توسط خود اسرائیلی از قطر به کابل روان کردن، آقای قرهداغی، دکتر سلابی، ما دکتر صغرا و یک مجموعه دیگر وقتی کابل آمدن برآمدن گریان میکنن که ما رفتیم پیش مجاهدین، مجاهدین واقعا دیدیم. معلوم است که کسی که در قطر زندگی کنه و امام ملا هم باشه و در دستگاه مرکزی مثلا بزرگ مشهور هم کار بکنه، او هم تحت اداره امریکا و اسرائیل و انگلیس نباشه، ممکن نیست. اینها همه دلایل و شواهدی است که یک پشت دیگر میبینیم فعالیت‌های امریکا، اسرائیل، انگلیس توامیت داره با هم دیگر.
میمانه قضیه که وقتی من فکر میکنم پاسخ تمام مسئله دو سال و چند ماهی که جمهوری اسلامی داشت در حملاتی که در این اواخر از مرز شورا تا کرمان صورت گرفت، شهدای هم گسترده تقدیم شد، ثابت شده باشه که اینا از کجا آمدن. من میدانم که ثابت است که اینا را از کجا آمدن. شما چند روز قبل خبر شدین که کسی را به نام عادل پنشیری اعلام کردن. طالبان دو سال قبل فیصله در استخبارات داشتن، در فیصله استخباراتشان در شورای استخبارات فیصله شد تاجیک ها و فارسی زبان ها را در حوزه ایران و تاجیکستان فعال بسازین، هم برای از اینا یک درگیری داخلی شود، تمام مثلا استشاری ها و قول خودشان و قول ما شما انتحاری ها از این منطقه برود. شما دیدین که تانستن همین قضیه را عملی بسازن، ما مراقب بودم هم بتانن توجیه کنن که از ما نیستن. وقتی در پاکستان انفجار میشه میبینی که یک هلمندی است، وقتی مثلا در کرمان انفجار میشه میگن که تاجیکی و مثلا پنشیری است. میمانه مسئله اصل پاسخ شما آیا این بین از اینا فرق است؟ در اینجا در این بحث ما شاید روشن شده باشه، وقتی تاجیکی در بدخشان تربیه میشه، پاسپورت در بدخشان میگیره، ویزه برایش گرفته میشه، وارد ایران ساخته میشه، مواد برش تهیه میشه، آورده میشه، اینها آیا چی فرق دارد؟ اگر فرق در کجای ازی است؟ میان شبکه که دولتداری دارن، میان شبکه که اینا به داعش میگن و القاعده میگن، چی میگن و چنان میگن، بازی با الفاظ میکنن، استراتژی کاری یکی است. شما وقتی دیدین که اسرائیلی در غزه سختترین آسیب دیدن و اسرائیل متهم که جمهوری اسلامی را که شما در پشت مثلا غزه هم استاد هستید، در یمن هم استاد هستید، در حزب الله هم استاد هستید، در مقاومت عراق و سوریه هم هستید و شما منتظر جزا باشین، شما دیدین که عملیات ها آیا در تبانی با اسرائیل انتقام گیری بود یا نبود؟ از افغانستان آمده بود یا نامده بود؟ اگر افغانستان زیر دست متحدینی مثلا جمهوری اسلامی است، اگر حکومتی از اونا با حکومتی از اینا هماهنگ هستند، مناسبتی از اینا مثل مناسبت دوستانه است، روابطشون روابط صادقانه است، از قلمروی از اونا چطور میتونه اسرائیل این عملیات انجام بده؟ آمریکا چطور میتونه عملیات های موفقانه را به تمام معنا موفق و تمام معنا کامیاب انجام بده؟ و این قسمت های از عملیات است، احتمال داره که عملیات های بسیار دیگری هم خدا نکنه موفق نشوند که هنوز در مسیر راه است که باید اینا انجام بدن. فرق اصلا وجود نداره، نه در عقیدهشان فرق وجود داره، نه در نوع مثلا انتحارشان فرق وجود داره، در نوع عملیاتشان وجود داره، نه نگاهشان به دنیا اسلام، نه نگاهشان به تشیع، نه نگاهشان به اقوام دیگر، نه نگاهشان به زن، نه نگاهشان به اطفال، نه نگاهشان به هیچ مسئله اینا فرق ندارن، همیشه یک چیز هستن. هر کسی فرق میکنه تجارت سیاسی میکنه، ملت‌های مسلمان اینا قربانی بازی‌های مثلا زرندوزی خودشان میکنن، هیچ فرقی وجود نداره. اگر من به عنوان یک عالم عقیده همه اینا رو میشناسم و من میدانم اینا کیستن و من میدانم خودم بالفعل که در کجا مرکز دارن، همو کسایی که در کرمان عملیات انجام میدن، ما به اندازه آفتاب روشن‌تر میبینیم که مرکزشون در کابل هستن. اونایی که مثلا از بدخشان از کنر تا اینجا میآیند، اونایی که از کابل تا اینجا میآیند، اینا از جنیات نیستن، فرشته هم نیستن، اینا انسانایی هستن که در یک قلمرو تربیت میشن، در یک قلمرو برشان امکانات داده میشه، تلقین میشه که شیعه کافر است، کشتن شیعه واجب است، انقلاب ما باید صادر شود، اولین کسی را که باید ما بزنیم شیعه است، شیعه را نابود کنیم تا قلمرو اسلام به اسلام مشرف شود. جنگ و با جمهوری اسلامی جنگشان از نوع جهاد است، از نوع کافر نیست، از کافر بهتر است. گرچه دوستان میگن که اونا ما را مثلا کافر نمیدانن، ما مطمئن هستیم که اونا شما را کافر نمیدانن، با کافر مشکل هم ندارن، با کافر 70-80 میلیون دلار شه میگیرن، حکومت خود پیش میبرن، مشوره هایش میگیرن، دیپلماسی سیاسی شون در خارج پیش میبرن. اونا مشکل با شیعه دارن، مشکل مثلا با طبقات مثلا مردم در درون جامعه دارن، مشکل با سیاستی مثلا آزادی خواهی و اعتدالگرایی و مثلا درس و تعلیم و تربیت دارن. اینها مشکلشون معلوم است که اونا ماموریت دارن که باید آتشی را در آسیای میانه، اولا در ایران و در تاجیکستان و حتی در پاکستان، در اینجا باید شعله‌ور بسازن. اگر اونا همین عملیات ها را در چی انجام نمیدادن، آقای جعفریان شما میبینید قبل از اینکه عملیات ها انجام شود، آقای بایدن یک نامه روان کرد که ما در مورد افغانستان تصمیم میگیریم. آقای میلر که چند سال گم بود دوباره آمد مصاحبه داد که طالبان جنایت میکنن، ما تحمل نداریم. آقای بایدن گفت که یک قطعه 2000 نفری در مورد افغانستان باید چه شود، تدارک دیده شود. ما در مو زمان نوشتم در فیسبوک اگر طالبان یک دو هفته دیگه
عملیات به نفع امریکا و اسرائیل نکنن، امریکایی‌ها پیسه خود قطع میکنن. سرانجام عملیاتشان شروع شد، دوباره مثلا پل ارتباطی و اعتمادات دوباره گسترش یافت، هم بایدن عقب نشینی کرد، هم ملر گم شد، هم صحبتایی که در مورد طالبان اندازی کرده بودن گم شد. از اون طرف دیدیم که به سازمان ملل نماینده تعیین کردن که اینا سازمان ملل امروز به نظر ما بیشتر از یک نمایندگی سیاسی وزارت خارجه آمریکا نیست. ما در قضایای حقوق بشر در کشتار زنان و کودکان در غزه دیدیم که دیگر یک بازیچه دستی، حتی شورای امنیت یک بازیچه دستی آمریکا است. اونا با کفار هیچ مشکل ندارن. از اول هم آمدن با مجاهدین جنگیدن، با کفار خود نجنگیدن. در اون زمان افغانستان کشوری مفتوحه بود، آزاد شده بود، روسان نبودن، کمونیست‌ها از اقتدار سقوط کرده بودن، جنگ علی مجاهدین 7 سال اینا علی مجاهدین مستقیم جنگیدن. در اون کجا کفار بود که اینا همراه استاد ربانی شهید جنگیدن، همراه قاسم صاحب شهید جنگیدن، همراه استاد سیاف جنگیدن، همراه بقیه رهبرای جهادی و ملت مسلمان جنگیدن. در اون زمان مثلا کفار کجا بود؟ کسی ثابت کرده نمیتونه که اینا با کفار بجنگن یا جنگن. از 2014 خودشان میگن، حال اطلاعات میگه که اینا از 2000 مثلا 2 از 2004 با آمریکا رابطهشان تامین بود. از همون زمان اینا با امریکا، امنیت امریکا را گرفتن، امنیت پایگاهشان را گرفتن. تا روزی که امریکا را از میدان هوای خدافیزی کردن، امرای شما دیدین پیش چشمی از اینا 4500 نفر امریکایی‌ها ملت ما را کشتن، اینا امنیت امریکایی‌ها را گرفتن. این باز برمیگردم به شما، اگر تک تک بتونیم جلو بریم صحبت ها یه 15 دقیقه 13 دقیقه نشه بهتره. آقای دکتر راجردی عزیز، شما نظرت چی؟ این پرچم‌های سیاه و سفید تفاوتی دارن با هم دیگه؟ با توجه به اشارات دقیقی که آقای مولوی اسلام کرد، مثال‌های خیلی خوبی زدن که من اینا رو یکی یکی می‌خواستم بگم، کار منو ساده کردم. یکی دو تا من اضافه می‌کنم. اینا وقتی به کابل رسیدن، قریب 2000 زندانی پرچم سیاه دواعش رو آزاد کردن و بین اونها یکی همین آقایی بود که عادل خانی بود که به شهرت پنجشیری بهش گفتن، که البته محمد عادل مشهور به آرش بود که حالا 20 سال پیش اینا از پنجشیر اومدن، نمی‌دونم چرا اینجا با شهرت پنجشیری رو نامیدن. اینها آزادش کردن و بعدم یه مدت زیاد اونجا در کابل میچرخید، سمت داشت، ماشین زده بوده داشت، اطلاع و وسط اینا که میگن سند داشت. اگر شما در این باره ذهنیتی دارید بفرمایید، وگرنه که من سوال دیگه‌ای ازتون می‌پرسم. نه واقعا هم شما هم جناب استاد آقای حضرت آقای مولوی درست گفتن. حتی اگر ما این مسائل رو هم ندونیم، از این پیشینه ها هم اطلاع نداشته باشیم، نوع عمل کرد مشخصه. نوع عمل کردشون خیلی به وضوح داره نشون میده که هر دو در یک جبهه، حالا چه پرچم بشه چه رنگی باشه فرقی نمیکنه، یا اون اعتقاد ظاهری که میگن وجود داره باز هم فرقی نمیکنه، مهم نتیجه کار هست. نتیجه کار میبینیم مکمل هم